ماجرای حامله کردن یه دختر روسی توسط سردار آزمون و پخش این خبر توی رسانه‌های روسی و گردن نگرفتن سردار. حرف سنگین. فحاشی شدید و دوباره ریحان پارسا به پدر و مادرش و اینکه اونا حرم زادن و نجس هستن و باید بمیرن. با ورود دنیا جهان بخت به یوتیوب و وعده اینکه فیلمای خصوصیش رو توی کانال میذاره تا اینجوری بتونه مخاطب بیشتری جذب کنه. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که حتما تو الان شنیدین، توی همین چند روز اخیر توی رسانه‌های روسیه یه خبر در مورد سردار آزمون پخش شده. اونم اینه که یه دختر روسی از سردار شکایت کرده و معتقده که سردار حاملش کرده و فرار کرده. بچه این دختر روسی در ماه می به دنیا اومده. طبق قانون روسیه 25% از درآمد پدر باید به عنوان نفقه به زن پرداخت شه و این یعنی سردار باید پول خیلی زیادی و بابت این موضوع بده. فعلا وکیل این زن در حال تلاشه که این موضوع رو ثابت کنه و از اون طرف هم همونطور که میدونید سردار یه سالی میشه که دوست دخترش رو به همه معرفی کرده و یه جورایی گفته که من دیگه وارد زندگی مشترک شدم. در کل سردار الان توی روسیه هم طرفدارای زیادی داره و اون مدتی هم که اونجا بازی میکرد تنها بود و خب امکان داشت که با دخترای مختلف رابطه برقرار کنه، اما این که حالا واقعا حامله کرده و یا نه هنوز مشخص نیست. در حال حاضر سردار درگیر مسائل دادگاه شده و اگه اون دختر توی دادگاه برنده شه سردار باید پول زیادی رو بده و جالب اینه که وکیل این خانم معتقده که تمام چت‌ها و آمار تلفنایی که به هم می‌زدن رو داره و توی دادگاه ارائه می‌کنه و میگه که حتی اطرافیان سردار هم از این موضوع خبر دارن. خلاصه باید دید که در ادامه چی میشه. و اما از اون طرف هم ریحان پارسا دوباره اومده و در مورد پدر و مادرش صحبت کرده و هی داره بهشون گیر میده. خیلی ها میگن که شاید پدر و مادرش خیلی اذیتش کردن که اینطوری شده. ریحان در مورد پدر و مادرش نوشته: زمان اونجوری که میخواستم با من نساخت. از همون روزهای کودکی هم در کنار آدمهای حرامزاده بزرگ پرورش یافتم. از غم کودکی نمیتوان چیزی گفت. ترسم از آینده است. حتی همین الانم این دو انسان نجس دست از سرم بر نمیدارن. حتی الان که همه میگویند من مردم، سخت است که با هرزگی والدینم کنار بیایم، اما بعد مرگم شاید آزادی در چنگ من باشد. روزی از این حرامزاده ها پرده بر میدارم. من خیلی شیطون بودم. خب خیلی، من پنجم ابتدایی دوست پسر داشتم. بعد چی رو شد؟ این میگرم. ببین من میدونی از کجا فهمیدم عاشق الان اولین بار شاید بشنم وای عاشق پسر عمم شدم. خب بعد چند سالم بود؟ بگم مثلا یه سال، دو سال، سه سال نه عاشقش بودم دورا دور. بعد نیم اصلا یعنی میرسیم به اینکه خانواده بابای من خیلی مذهبی هست، خیلی مذهبی، عروسی جدا، اصلا این چیز عجیب غریبی. اصلا عمم چادری مسیر طی شد. خب ولی واقعا باورت نمیشه، 10% دغدغه سینما بود، 40% فشارهای داخل بود، یک بخشیش از قدیم با من بوده. این لایف استایل از خیلی قدیم، از شاید 5 سالگی با من بوده. من میدیدم که در یک روزی که بشه دارم تنها زندگی میکنم، فقط دارم مینویسم، فقط آزادم میتونم بگم، و هر چیزی تو زندگیم که جلوی آزادیمو گرفتم ازش فاصله گرفتم. خانواده‌ام بودن، فاصله گرفتم، این بودن، از همه من فاصله گرفتم. به دنیا که اومدم، اول پرانتز باز کنم، اگر میخوای به من بگین خود شیفته نوش جونم هستم، خیلی هم هستم، خیلی هم خودم دوست دارم، ببخشید، ولی واقعا به تخم پسرم هم نیست که بگم. بذار بگم، میگن دیگه بگم. من خیلی بچه خوشگلی بودم، یعنی از این بچه های خوشگلی بودم که هر جا میرفتم از این دست اون دست میشدم. اینجوری موهای کوتاه، موهای خودم بوره تا اینجا، مثلا موهای اینجوری میریختم و چشای درشت. یادمه که بچه خیلی مورد توجهی بودم. خب از این باعث میشه که این موضوع که من دنبال توجه هم بر اثر یک عادت باشه که من همیشه مورد توجه ناخودآگاه. من اصلا بعدها این رو تجربه کردم، بعد از اینکه تاج خوندم دانشگاه نرفتم، چون گفتم من پول زندگیمو باید در بیارم. 18 سالم بود رفتم کافه کار کردم، اول حقوقم 1 میلیون بود سال 96
دقیقا روشش من رفتم کافه کار کردم. از اونجا به بعد دیگه آدم سابق نشدم. دستم رفت جیب خودم. یه سری آزادی ها به دست آوردم به لحاظ رفتاری. کیف میکردم. اصلا دیگه بلند شدم یه بار. خیلی حس خوب. یه بابا یه بار من خونه بیرون کرد. تو 24 ساعت رفتم یه خونه گرفتم. زندگیم شروع کردم. ببین پشماش ریخته بود. انقدرم قده نمیپرسید چیکار کرده کجا رفته اینا. ولی چیکار کردم؟ و نبود خونه موقعی که از خونه اون و زنش و یه خونه که زندگی میکردم با زنش بود. زنش و بچه که آورده بود و خواهر خودم خواهرتری وسایل خونه رو برداشتم رفتم، مبل برداشتم، فرش برداشتم، سشوار رو اوتو که لازم داشت برداشتم، ماتروفه رو برداشتم، قاشق چنگال قابلمه او چه کرمیه میریزی برداشتم رفتم خونه جدیدی که گرفتم. خونه من تو ببین یکی از عجیب ترین صحنه‌های زندگیمه. 24 ساعت قبلش بابا خاطر گربم که گرفته بودم آورده بودمش خونه، زنش کلی بازی در آورد، یا جای اینه یا جای من لوقاتی که در حالی که مثلا من دعوا نداشتیم. بعد بابا گفت چه حوزه جمع کرد جمع کن من واسه بنده سکوچه. گفتم بابا نجات داره بعد من واسه فیلم میکار کرد. اصلا چرا چه حرفی میزنی تو اون مغزت؟ مگه میشه گربه رو بندازم تو خیابون؟ گفت ببین ساعت چند هفته شب اومدم خونه تو دیوار سرچ کردم گفتم خونه تو این منطقه این قیمت اینا 9,500,000 پول داشتم تو جیبم. یه خونه پیدا کردم 10 تومن پیشش بود، 10 تومن 1 تومن 9,500 داشتم. بعد رفتم خونه دادم. ببین بعد منو میشناختن. این اتفاق واسه که یه بازیگر بودم. رفتم توی استاد معین تهران، یارو منو دید پشماش ریخ، فکر دوربین مخفیه. گفت خانم پارسا شوخی نکن. بعد من تو چه شرایطی که پول اون زندگیرم ندارم، 500 چم دارم واسه اینکه ببینم میتونم اونجا رو بگیرم یا نگیرم. بعد گرفتم از مامانم قرض کردم گرفتم. مامانم گریه، مامانم حامله اون دوره، اصلا قصت دوره، اصلا قصت قابو ببین. مامانم حامله، فردا ظهرش کم موقع گفتم خونه اوکیه، اومدم رفتم رفتم چه مامانم بوده. ظهرش با مامان حامله رفتیم قرارداد خونه رو بندیم. اول من تخممه چیکار میکنم؟ میگم یس اولین قرارداد خونه مجردی، من چقدر خفنم خونه مجردی، آخ جون میخواستم. یعنی بابا چیکار کرده دیگه، خود حق در حق خودش کرده، من دیگه اصلا ربطی نداره. خلاصه اینا چیزایی که خودمو زنده نگه می‌داشتم باهاش تا رسیدم به کجا؟ رسیدم به خونه. وسایل رو برداشتم، خاور گرفتم، خاور از جنت آباد سمت استاد معین، وسایل خونه تو خاور، صابونم زنگ زد بابا ماجرا رو گفته. رسیدیم وسایل رو گذاشتیم تو 24 ساعت هفتی درش در نبود، شیشه بود. بالا سر هم یه پیرمرد شیشه‌ای، پایینش هم عروسش و پسرش و نوه‌شون. اصلا قصه رو ببین. مامانم اینو رفت، مامانم گفت حداقل امشب اینجا نمون. رفتم خونه مامان بزرگم نزدیک اونجا. رفتم خونه مامانم بعد اونا دیدم شب زنده داری دارن زندگی من دارن زندگی من تعلیم میکنن. بعد بابای مامانم مامان حرف نمیزد. گفتم بابا بعد من اون شب قاطی کردم، یکی از شبای عجیب زندگی بود دیگه. میگن قاطی کردم واسه بابای مامانم. گفتم تو ریدی به زندگی آمون، اگر من الان آواره شدم، اگر اون فلان فلان شده بابام این کار با من کرد، تقصیر توه. تو باعث شدی مامانم ازدواج کنه، تو باعث شدی بچه داشته، تو باعث شدی طلاق بگیری. ببین چی قصه رو بردم عقب‌تر، در حالی که فوشای اصلی که دیگه بعد می‌خورد، ولی بابای مامانم داشتن خوش می‌دادن. حالش بد شد، هیچی هم نگفت، رفت تو اتاق. با گوه گرفته این جهان خودمونی. تو حداقل بهتر. بله اینم از صحبت‌های ریحانه. و اما از اون طرف هم دنیا جهان بخت اومده و به مخاطباش وعده داده که اگه توی کانال یوتیوبش عضو شن بهشون فیلمایی رو نشون میده که جاهای دیگه پیدا نیست. یه جوری حرف میزنه که انگار میخواد اینجا لخت شه. دنیا در این مورد نوشته بچه ها لطفاً یوتیوب رو جدی بگیرید، چون یه دنیای متفاوته و خودتون خیلی چیزا رو میتونید یاد بگیرید. انواع چنل ها با موضوعات مختلف وجود داره، یه دنیای نزدیکتر به واقعیته و خیلی راحتتر میتونید ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال من توی اینستا نهایت 4 تا عکس میذارم و چند تا لایک، ولی در یوتیوب من واقعی، طرز تفکر و صحبت کردنم، زندگی خیلی خصوصیم و روزمرگی هام، سبک زندگیم، اهدافم، درآمدم و خیلی داستانه دیگه رو میتونید از من بدونید. و مهمترین فرقش اینه که فیلمای طولانی میشه گذاشت بدون فیلتر، بدون سانسور، یه جورایی میایید تو خونه زندگیم. پس تشریف بیارید، خوشحال میشیم. بله اینم از صحبتای دنیا در مورد کارهایی که میخواد بکنه. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و ماجرایی که برای سردار به وجود اومده چیه؟ به نظرتون سردار حامله کرده یا نه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. خلاصه اینم از ویدیو یه امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. ها
پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.